به هم تاسو سره لای تاسو نن ډیره ډیره مرونه چې را سره یاستې او خپل خبرونه مترديده مې پامینه باندې کتله او زموږ سره پاتې شوی استي د نوې فکر بار خادو د نوې فکر په برخې کې دوستان نن پر دې موضوع خبري اترې لرو چې د وخت مدیریت څه دی او په هغه کې د ځوانانو ونده یا رول څه دی پر همدې موضوع د لا باصله پر سره ټولنیز فعال خيام صادقي ده صادقي صاحب سري مسي سحر مو بخیر سلامت باشین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و علی و سلام خیر و خلقی محمد و علی آله و صحبه و من علی على دربه و استمنا به سنته و منوالا اما بعد با عرض سلام و احترام و درود خدمت مردم عزیز و نازنین ملت افغانستان خوبان و عزیزان که برنامه زیبای صبح و زندگی را از دریچه رسانه ای شبکه جهانی آریانا بیننده هستند آرزوی خوبی و خوشی و سلامتیتان دارم و آرزو دارم صبح پر از خوبی و خوشی و انوار الهی را آغاز کرده باشین سلام و احترامات حمزه صاحب نازنین شما هم پذیرا باشید با و جمعیت دستندت کاران کوچه برنامه تان با خوبی و خوشی و سلامتی تان صبح شما هم بخیر در خدمت است بسیار تشکر سلامت باشی آقای خیام میم کمی اول از وقت بپرسیم که وقت یعنی چی؟ سوال بسیار زیاد زیبا و اساسی پرسیدین الکوزه صاحب اگر ما بیاییم از لحاظ اجتماع یک تعریف بر وقت داریم از منظر دین دیگه تعریف داریم مم. از منظر فلسفه و فلسفی دیگه تعریف بازه کسا گونه می آین وقت گناه تعریف می میگن می گذر زمان یا زمان عبارت از زمین تغییرات است که ما در خود و در اشیای اطراف خود می بینیم یعنی ما گذر زمان را از تغییراتی که در وجود خود و در محیط و محل و چهار طرف خود می بینیم میشیم می شیم. و همچنین از مناظر دینی هم میگن محب. که وقت عبارت از همون زمان بازه از زمانی که از تولد الی مرگ انسان در بر می گره و تعاریف بسیار زیاد داره که ما میتونیم برای وقت داشته باشیم و همچنین از منظر اجتماع از منظر زندگی و از منظر دین اهمیت فوق العاده ارزش و بسیار بالای را داره که اگر یک انسان ما به این متوجه باشیم به با وقت خود توجه نداشته باشه و وقت خود را ضایع بکنه او زندگی خود را صد در صد ضایع کرده چون وقتی که ما میگیم وقت وقتی که ما میگیم زمان فقط یک کلمه نیست فقط یک بحث نیست ما از عمر خود صحبت میکنیم از زندگی خود صحبت میکنیم و به همین دلیل هست که وقت از یک اهمیت بسیار بالای برخوردار است و تماما روزهایی که ما در زندگی داریم مثل خشت هایی است که قصر عمر ساخته و ما را ساخته اما اگر یک روز از زندگی خود را به بیهوده ضایع میکنیم مثل از که یک خشت از قصر عمر خود را کم کردیم و اون قرار فرصت سازی و اون قرار فرصت درست زندگی کردن را از خود گرفته تشکر میم به طرف که باز وقت اول از وقت گفت صحبت شد باز جا نقش جوانان هم است باز جوان کیست؟ جوان الکوزه صاحب نازنین گفته که یک طیف از جامعه است که هم از لحاظ فکری هم از لحاظ جسمی نظر به طبقات دیگر جامعه قدرتمندتر هستند و قسمی که ما گفته میتونیم که جوانان یک طبقه از جامعه را تشکیل میتونن که یکی از مهمترین طبقه های است که طبعا چونی دو مسئله صد درصد با همدیگه مرتبط هم است وقتی که از مدیریت وقت صحبت میکنیم طبعا مدیریت وقت بیشتر متوجه جوانان است چون جوانان هستند که وقت زیاده در اختیار دارن و فرصت زیاده در پیش و هست و اگر جوان ها درست بر وقت خود نظارت داشته باشند و بتانند که از وقت خود درست استفاده بکنند اونا طبعا میتونند در زندگی هم برای هم بر جامعه خود مفید واقع شوند چرا مدیریت جوانان از اهمیت ویژه برخوردار است بدل لازی که وقتی که ما زمان خود را البته مدیریت زمان وقتی که ما زمان خود را مدیریت نمیکنیم، کنیم وقتی که وقت خود را مدیریت نمیکنیم، کنیم دیجه یک مسئله بسیار جالب است فلسفه دان آمدین وقت به چهار دسته تقسیم کردین یکی میگن کارهای ضروری و فوری است به طور مثال کنج از استدیو آتش گرفته خدای ناخواسته هم ضروری هم فوری است امیال باید انجام شود و دفتن بختر از این گفتن نمیتونم من سبایی کار انجام میدم طبقه دوم کارهای مهم اما غیر فوری به طور مثال کارهایی که مهم هستند باید انجام شود اما فوری نیستند به مثال ورزش کردن یعنی یک قسم فوری نیست که من بگم مگه امروز ورزش نمیکنم سبا صد درصد من از بین میرم نه طبقه اون کارهای غیر مهم اما فوری کارهایی که قدر اهمیت زیاد ندارن اما فوری هستند مثلا مثلا زنگ در روزه اهمیت زیاد ندارن اما فوری سن. باید در حال مساله اجرا شود طبقه کارهای غیر مهم و غیر فوری سن. یعنی من فکر میکنم انسان ها باید بسیار زیاد پایین تر از مرحله باشن که دیگه تو طبقه آخر زندگی بکنن به دلیل از که شما فکر بکنین با ارزش ترین دارایی یک انسان وقتش هست وقتی ده. که انسان وقت را از دست میده به وقت روستو تا و جوړ نه میکنه بسو زندګی را پخته زندګی را از دست داد ډیر ژر تشکر از شما, دوشید. شما, شما سلامت باشین کی کلمات دا و ته ما را پذیرفتل سلامت باشین ما سلام هم خوشحال شدم آزاددارم خوب سلامت باشین ما به حسن روز او موسم مفید بوخ خبرونه په سراب سره بینه تشکر ان شاء الله سلامت باشین دوستان لطفا هم ډیر ډیر مننه چی را سره و اتر دادم و را خبرونه په مینا باندې وکړه لوځم سر پات شي بلې برخه د اقتصاد دا د اقتصاد برخه کې متاسته بسری حبیبی خپل بل منی سره دا برخه تاسو وران دی کړی او لاندې د ملارو له هغه وروسته راکړم